در آغاز سرخط خبرها. فرارسیدن فصل سرما با افزایش آمار معتادان در هرات، اداره محلی کارزار جمع‌آوری معتادان زن را آغاز کرد. ما بیرون شدیم که خانمای معتاد برای فلان از سمت شهر جمع‌آوری کنیم که اینا رو ببریم جهت تداوی، از اینا که اینا ترک اعتیاد بکنن. گشایش نمایشگاهی تحت نام اسطوره‌های خاموش در هرات. در این نمایشگاه 37 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شد. ما خواستیم که از طریق از این نمایشگاه نداهی باشه تا خانم ها یعنی سطح خودکشی را کاهش بدن در ولایت. پاکسازی چندین روستا از وجود پیکارجویان طالب در فرا. این عملیات هنوز هم علیه این گروه جریان دارد. افزایش بی‌پیشینه ی آلودگی هوا در پایتخت طی چند هفته اخیر. بالاخره مجلس مسئولان شهرداری و محیط زیست را استجواب کرد. و خبر دیگر این که وزیر خارجه ترکیه برای کاهش خشونت در خاورمیانه میانجیگری میکند. ما برای حل این مشکل یا رفع تنش‌ها طی روزهای آینده با کشورهای دیگر همکاری میکنیم. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات اعلام کردند که برای جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی و مکانهای قدیمی این شهر از ساخت و ساز در این مناطق جلوگیری خواهد شد. غلام حضرت مشفق شهردار هرات میگوید برای ساخت ساختمان در مناطق شهر قدیم هیچ مجوزی داده نخواهد شد. در این حال آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز تاکید ورزیده که عاملین ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف شهر قدیم باید به مراکز قضایی معرفی شوند. این اقدامات در حالی انجام می شود که در چند سال اخیر بخشهایی از خانه های تاریخی شهر قدیم تخریب شدند. نمایشگاهی تحت نام اسطوره های خاموش امروز در هرات گشایش یافت. مسئولان راه اندازی این نمایشگاه میگویند که 37 اثر نقاشی که بیشتر انعکاس دهنده خودکشی زنان است در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. هدف از راه اندازی این نمایشگاه آموزش و چگونه جلوگیری از خودکشی در بین زنان عنوان شده است. نمایشگاه امروز ما راجع به آمار خودکشی زنان و ما خواستیم که از طریق از این نمایشگاه نداهی باشه تا خانم ها یعنی سطح خودکشی را کاهش بدن در ولایت. کارزار جمع‌آوری معتادین زن و کودکان امروز در هرات راه اندازی شد. مسئولان راه اندازی این کارزار میگویند که بر اساس آمارها در حال حاضر در هرات نزدیک به 50 معتاد زن وجود دارد و قرار است طی هفته جاری جمع‌آوری شوند. گفتنی است که بعد از جمع‌آوری این افراد زمینه آموزش و یادگیری حرفه نیز برایشان فراهم خواهد شد. فرارسیدن فصل سرما و افزایش آمار معتادین مرد و زن در هرات همواره نگرانی های را در پی داشته است. به همین منظور مقام ولایت هرات به خاطر جمع‌آوری زنان و کودکان مبتلا به مواد مخدر کارزاری را راه اندازی کرده و قرار است طی یک هفته تمام زنانی که درگیر استفاده مواد مخدر هستند از سطح شهر جمع‌آوری کند. در این حال معاون شورای ولایتی هرات میگوید که مسئولان کارزار جمع‌آوری معتادین زن امروز به کار خود آغاز کردند. خانمای معتاد برای فلان از سطح شهر جمع‌آوری کنیم که اینا رو ببریم جهت تداوی، از اینا که اینا ترک اعتیاد بکنن. از یک طرف بودجه خاصی در اداره ولایت وجود نداره، یک معتاد حداقل به 5000 دلار آمریکایی پول نیاز داره که او تحت مداوا به طور درست که بتونه به طور دائم ترک بکنه. هیچ امکاناتی در دسترس اداره ولایت وجود نداره. مسئولان در ریاست صحت عامه هرات همچنان از افزایش شمار معتادان زن در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و می گویند باید به زودترین فرصت زنان معتاد از سطح شهر جمع‌آوری شوند.
آنان همچنان میگویند در حال حاضر نزدیک به 50 زن معتاد در این ولایت وجود دارد، اما نبوده بودجه کافی چالشی است که سبب شده آنان رسیدگی لازم را برای تداوی زنان معتاد نکنند. قرار آماری که ما داریم 50 نفر هست، معتادین بی سرپناه هستند که از طبقه ایناسند و ما امروز تقریبا 8 نفر از اینا جمع آوری شده، متبقی هم انشالله در جریان همین هفته جمع آوری میشن و در همین دو مرکزی که ما در ولایت هرات برای خانم ها داریم در همین دو مرکز اینا بستر میشن. با این حساب زنانی که به کمپ ترک اعتیاد آورده شدند میگویند استفاده از مواد مخدر خود و خانوادهشان را تباه کرده و از دیگر زنان معتاد میخواهند که از استفاده این مواد دوری کنند. من خواهش میکنم از خانوما که بیان به اینجا جای خوبیه، دکتر صاحب زیاد زحمت میکشن، کلینیکای خوبی داریم ما به ایرات خود ما، هیچ بدون هیچ مشکلاتی آدم میتونه برایتی ترک کنه، از این عمل دوری کنن، این عمل به درد نمیخونه، خونه خراب کنه. گفتنی درمی همینه که بیایم به اینجاگاه بیان، خواهش میکنم خورای خورا و برادرها هر کس که هسته دختر بچه بیان اینجاگاه بیایم مثلا ترک کنم. مسئولان در ریاست ساعت آمه همچنان میگویند که در روز نخست این کارزار 7 نفر از آنان به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. در این حال مسئولان در مقام ولایت هرات از تداوم این روند سخن میزنند و میگویند تا زمانی که تمام زنان معتاد از سطح شهر هرات جمع‌آوری نشوند این روند همچنان ادامه خواهد داشت. این روندی که امروز آغاز شده جمع‌آوری خانم ها و اطفال ما ادامه میدیم. اطفال در اینجا بایزی که تداوی میشه اینا رو ما به پرورشگاه میفرستیم، در پرورشگاه شرایط کار، شرایط تحصیل و هر آنچه که نیاز اطفال است در حد امکانات در اختیار اینا قرار داره و اینا میتونن که برن به مکتب تحصیل بکنن و اینا به عنوان اطفال سالم در این جامعه بزرگ بشن و برای عمران کشور در آینده سم داشته بشن. قابل یادآوری است که در حال حاضر در هرات نزدیک به 70,000 معتاد وجود دارد و گفته می شود که از میان این تعداد 150 زن و 50 کودک به این بلای خانمانسوز مبتلا بوده و در مناطق مختلف شهر هرات بدون سرپناه زندگی می کنند. جمع‌آوری موترهای ویشی یا فرمان راسته در هرات از سوی مقام‌های محلی این ولایت نگرانی‌های را نیز به همراه داشته است. با این حساب اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که طرح جمع‌آوری موترهای ویشی فرمان راسته برای یک ماه است و قرار است این خلای زمانی مقام ولایت هرات برنامه‌های معقولی را روی دست بگیرند. قلم حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی میگوید اگر قرار باشد این موترها از سطح شهر هرات جمع‌آوری شوند باید قناعت مردم نیز حاصل شود. این لغی که طرف مقام ولایت اداره مالی هرات به نشر رسیده طریق رسانه و طریق رویای مجازی و فضای مجازی، این برای یک ماه که این موترها توقف داده میشه، بعد برای از این یک سرنوشت 100% بعد در نظر گرفته باشه اگر این موتراف جمع‌آوری باشه به چی شکل جمع‌آوری باشه و اگر اینا قانونمند باشه به چی شکل قانونمند باشه. من فکر کنم که اینا به تعداد زیادی که این شهر هرات یا ولایت هرات اوضاع گنجایش اوضاع را داد موترهای غیر قانونی خلاف دست افغانستان نداره، باید برای از اینا یک برنامه و یک سیستم در ساخته بشه که اینا به چی شکل از اینا استفاده بشه، برای از اینا اجازه تردد داده بشه. مقام های محلی ولایت غور میگویند که 69 پیکارجوی طالب در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه هرات غور جنگ افزارهای خود را بر زمین گذاشته و تسلیم شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور از آن کرده است این افراد شاه کلید اصلی پیکارجویان طالب در ناامن ساختن منطقه کمنج و ولسوالی شهرک بودند. آقای خطیبی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با تسلیم شدن این افراد وضعیت امنیتی در شاهراه هرات غور نیز بهبود زیادی پیدا کند. شایان ذکر است روز گذشته نیز مقام های امنیتی مدعی شده بودند که در نتیجه عملیات طوفان هریرود در شاهراه هرات غور بخش های زیادی از این مسیر پاکسازی شده است.
فرماندهی پلیس فراه از آزادسازی چندین روستای ولسوالی پشتکوه این ولایت خبر داده است. به گفته مسئولان این فرماندهی، نیروهای امنیتی در حال حاضر ماین‌های کارگزاری شده این گروه را خنثی می‌کنند. محب‌الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه در ادامه افزود این عملیات از 10 روز پیش آغاز شده و در جریان آن دستگل، جلال‌آباد، اسدآباد و چند روستای دیگر از وجود اعضای این گروه پاکسازی شدند. آقای محب در ادامه تاکید ورزید که این عملیات هنوز خاتمه نیافته و تا این مرحله 5 پیکارجی طالب کشته و یا زخمی شدند. شماری از ساکنان روستای ننگاب ولایت فراه صبح امروز با حضور در دفتر مقام ولایت با والی دیدار کردند. در این دیدار روی چالش‌های مردم این روستا که در مرکز ولایت فراه قرار دارد گفتگو شده و طرح‌های ساکنان مورد بررسی قرار گرفت. در این حال ساکنان این روستا نیز حمایت خود را از حکومت محلی ابراز کرده و خواهان رسیدگی هرچه بیشتر به ویژه در پروژه‌های انکشافی و زراعتی شدند. والی فراه در پایان این دیدار تاکید کرد که به چالش‌های ساکنان این ولایت رسیدگی خواهد شد و مسئولان برای برطرف کردن این چالش‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. اداره ملی احصائیه و معلومات کشور در گزارشی که به مقایسه صادرات و واردات سال جاری و سال گذشته پرداخته نگاشته است که صادرات افغانستان به خارج 20% افت کرده و واردات نیز 10.5% کاهش را تجربه می کند. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، ارزش کالاهای صادر شده در 3 ماه پایانی سال جاری میلادی 208.8 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 1397 کاهش 20.3% را از سر می گذراند. وزیر امور خارجه پاکستان در تازه ترین اظهارات خود پیرامون کشته شدن قاسم سلیمانی گفته این مسئله می تواند روند صلح در افغانستان را به درازا کشانده و تأثیر منفی بر آن بگذارد. شاه محمود قریشی افزوده است کشته شدن این فرمانده نظامی ممکن است منجر به افزایش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه شود که در نهایت دامنگیر افغانستان نیز خواهد بود. با این حال مایک پمپو وزیر امور خارجه آمریکا پیرامون کشته شدن فرمانده نیروهای قدس سپاه و تأثیرات احتمالی آن روی روند صلح افغانستان صحبت کرده است. پس از کشته شدن عامر ستار از فرماندهان پیشین حزب جمعیت اسلامی در منطقه خیرخانه شهر کابل، عطا محمد نور نسبت به آن واکنش نشان داده و ابراز تأسف کرد. آقای نور که ریاست اجرایی حزب جمعیت اسلامی را بر عهده دارد، این رویداد را تکان دهنده عنوان کرد و از رئیس جمهور خواست تا به این پرونده به صورت جدی رسیدگی کند. پیشتر نیز میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نسبت به این رویداد واکنش نشان داده بود و کشته شدن این فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی را ناک خوانده بود. در این حال ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای تاکید کرده است که رئیس جمهور غنی هیئتی را برای بررسی این پرونده گماشته است. مجلس نمایندگان افغانستان تلاش‌ها برای کاهش آلودگی هوا در کابل را کافی نمی‌دانند. این در حالی است که معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که کاهش آلودگی هوا در شهر کابل نیازمند همکاری مشترک میان تمام نهادها است. افزایش کمپیشینه آلودگی هوا در پایتخت در چند هفته اخیر پای مسئولان شهرداری کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست را برای پاسخگویی به مجلس نمایندگان کشیده است. شماری از اعضای مجلس مسئولان این نهادها را به بیکفایتی متهم می کنند و می افزایند که تا کنون کار عملی برای مبارزه با آلودگی هوا انجام نشده است. احمد زکی سرفراز شهردار کابل میگوید که 80% علت آلودگی هوا مکانهای رایشی هستند و بخشهای تجارتی و وسایل ترانسپورتی غیر معیاری نیز بر افزایش آلودگی هوا افزوده است. در این حال عزت‌الله صدیقی معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید تا هنگامی که تمامی نهادهای مسئول به گونه هماهنگ و عملی کار نکنند مبارزه با آلودگی هوا دشوار خواهد بود. وی می افزاید
کاهش آلودگی هوا در شهر کابل نیازمند همکاری مشترک میان تمام نهادها است. اما این پاسخها برای شماری از اعضای مجلس نمایندگان قناعت بخش نیستند. اعضای مجلس نمایندگان میگویند آنچنان که باید کار عملی برای کاهش آلودگی هوای پایتخت انجام نشده است. در هفته‌های پسین کابل در صدر شهرهای آلوده جهان قرار گرفت و نیز 17 نفر به علت افزایش آلودگی‌ها در پایتخت جان باختند. اما برفباری‌های چند روز پسین سبب شده است تا پایتخت نشینان برای چند روز معدود هوای پاک را تنفس کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از احتمال ریزش برف کوچ در بخش‌های مختلف کشور خبر داده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی گفته است که روزهای آینده آفتابی خواهد بود و بهترین فرصت برای واحدهای عملیاتی است تا راه‌های مواصلاتی را باز کنند. او تأکید کرد در روزهای آینده باید به مناطق دوردست رسیدگی شود و راه‌های رسیدن به این مناطق برای کمک رسانی باز شود. این در حالی است که سال گذشته تأخیر زیادی در کمک رسانی به مناطق دورافتاده پس از بارش سنگین برف روی داد که انتقادات زیادی را نیز به همراه داشت. به گفته مسئولان امنیتی ولایت بلخ در جریان عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت دست کم 30 پیکارجوی طالب کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی پایگاه 209 شاهین میگوید این عملیات در ولسوالی‌های ناامن این ولایت انجام شده و مناطق بسیاری از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شدند. آقای رضایی در ادامه افزوده است در میان کشته شدگان پیکارجویان طالب یکی از فرماندهان ارشد این گروه نیز دیده می‌شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در سال 2019 نزدیک به 426500 نفر در افغانستان آواره شدند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی این دفتر این شمار افراد در 32 ولایت کشور موقعیت دارند که نسبت به سال گذشته 42000 نفر افزایش یافتند. در آمار ارائه شده آمده است که 177500 نفر از این افراد از 4 ولایت شمال شرقی آواره شدند و 74000 نفر هم در ولایت‌های شرقی آواره شدند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در ادامه تاکید ورزیده است که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بیش از 9 میلیون تن کمک برای سال 2020 مورد نیاز است. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید برای کاهش خشونت در خاورمیانه میانجیگری میکند. وزیر خارجه ترکیه همچنان میافزاید که مقام های این کشور مصوبه خروج نیروهای نظامی از عراق را عاقلانه ندانسته و نسبت به قدرت گرفتن گروه های تندرو هشدار دادند. مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با ابراز نگرانی از افزایش تنش ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا میگوید که ترکیه برای کاستن از شدت مقابله دو کشور تلاش می کند تا نقشی میانجی را بازی کند. چاوش اوغلو با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه می تواند میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند گفته که هر اقدام در راستای کاهش تنش ها مورد حمایت ترکیه است. آقای اوغلو گفت ما برای حل این مشکل یا رفع تنش ها طی روزهای آینده با کشورهای دیگر همکاری میکنیم. باید بگویم که نگرانی مشترک ما این است که عراق به منطقه درگیری تبدیل شود و
به این خطر بسیار جدی برای عراق، کشورهای دیگر و منطقه است. چاوش اوغلو همچنان میگوید که درباره وضعیت جدید ایجاد شده در منطقه با همتایان خود از روسیه، بریتانیا، قطر و پاکستان و نیز با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفتگو کرده است. در کنار این، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش از این نیز با همتایان ایرانی، فرانسوی، عراقی و قطری خود در مورد کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا گفتگو کرده بود. در این حال، مجلس نمایندگان عراق دو روز پیش مصوبه‌ای را تصویب کرد که ایالات متحده و دیگر نیروهای خارجی باید به حضور خود در خاک عراق پایان دهند. در واکنش به این تصمیم مجلس نمایندگان عراق، وزیر امور خارجه ترکیه اما گفته است که این مصوبه مجلس عراق الزام آور نیست. وی همچنان گفته که ترکیه معتقد است مصوبه مجلس عراق می تواند باعث به قدرت رسیدن گروه های تندرو شود. شرکت سامسونگ اعلام کرده است که اسپیکر هوشمند گلکسی هوم مینی را به زودی وارد بازار می کند. گفته می شود که سامسونگ قصد دارد مدل کوچکتر اسپیکر هوشمند گلکسی هوم را عرضه کند تا بتواند به عنوان دستیار هوشمند دستورهای صوتی را به خوبی اجرا کند. شرکت سامسونگ اعلام کرده که کره‌ای‌ها قصد دارند تا در اوایل سال جاری اسپیکرهای هوشمند گلکسی هوم مینی را به بازار عرضه کنند. دو سال قبل سامسونگ نخستین اسپیکر هوشمند مجهز به بیکسپی را معرفی کرد. قرار بود این اسپیکر هوشمند با تأخیر بسیار و در فصل سوم 2019 به بازار عرضه شود. سال گذشته میلادی کره‌ای‌ها اعلام کردند که در حال بروزرسانی و اصلاح و تقویت اسپیکر هوشمند گلکسی هوم هستند و به همین منظور تست‌هایی را انجام می‌دهند. آخرین اخبار حاکی از آن است که گلکسی هوم مینی مجهز به بیکسپی برای کنترل دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا از طریق پلتفرم اشیای هوشمند سامسونگ و با بهره‌مندی از بلندگوهای صوتی مخصوص از اکوسیستم خانه هوشمند سامسونگ به بازار عرضه می‌شود. گفته شده است که هدف سامسونگ از عرضه این نوع گلکسی دستگاهی است که بتواند به عنوان دستیار هوشمند دستورهای صوتی را به خوبی اجرا کند. البته سامسونگ هنوز تاریخ عرضه دقیق گلکسی هوم مینی را اعلام نکرده است. نباید منکر این واقعیت بود که محصولات خانه هوشمند در سال 2020 نسبت به 2018 جایگاه بسیار متفاوتی را پیدا کردند، طوری که اکثر اسپیکرهای هوشمند بازار با پشتیبانی از الکسا، آمازون و گوگل معرفی می شوند. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. فرارسیدن فصل سرما با افزایش آمار معتادان در هرات، اداره محلی کارزار جمع‌آوری معتادان زن را آغاز کرد. ما بیرون شدیم که خانم‌های معتاد برای فلان از سمت شهر جمع‌آوری کنیم و که اینا رو ببریم جهت تداوی از اینا که اینا ترک اعتیاد بکنند. گشایش نمایشگاهی تحت نام اسطوره‌های خاموش در هرات. در این نمایشگاه 37 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شد. ما خواستیم که از طریق از این نمایشگاه نداهی باشه تا خانم ها یعنی سطح خودکشی را کاهش بدن در ولایت. پاکسازی چندین روستا از وجود پیکارجویان طالب در فراه. این عملیات هنوز هم علیه این گروه جریان دارد. افزایش بی‌پیشینه آلودگی هوا در پایتخت طی چند هفته اخیر. بالاخره مجلس مسئولان شهرداری و محیط زیست را استجواب کرد. و خبر دیگر این که وزیر خارجه ترکیه برای کاهش خشونت در خاورمیانه میانجیگری میکند. ما برای حل این مشکل یا رفع تنش ها طی روزهای آینده با کشورهای دیگر همکاری میکنیم. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.